بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، بخاطر از اینکه ما بتانیم قرآن عظیم الشان به شکل درست از مفاهیم از او استفاده بکنیم، ما خدمت شما دوستان عزیز سلسله از درس های از تفسیر عقیدتی قرآن تقدیم میکنم. دوستان عزیز، شاید بر شما این سوال پیدا شود که چرا تفسیر اعتقادی قرآن؟ تفسیر اعتقادی قرآن به خاطر از این است که اولی که قرآن از مشان کتاب عقیده هست، و اگر شما ببینین احکام، عبادات، اخلاقیات، معاملات، این چهار چیز، احکام، عبادات، اخلاقیات و معاملات، یا کلش فروعات دین هستن و اصل دین عقیده هست. قرآن عظیم الشان مسائل اخلاقی را هم مطرح کرده، مسائل معاملات هم مطرح کرده، مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را هم مطرح کرده، لکن اصل و اساسی که در قرآن عظیم الشان هست او چی است؟ او عقیده هست. اگر از قرآن عظیم الشان ما و شما عقیده را به شکل درست بفهمیم، تمام اعمال دیگه به اساس امی عقیده درست میشه. یعنی قاعده کلی چی هست؟ قاعده کلی است دوستای عزیز که اگر ما عقیده ما درست شد، ایمان ما درست شد و امی عقیده توحید در قلب ما رسوخ پیدا کرد، باز تمام اعمال و عبادات ما هم قبول میشه. نماز به شرط قبول میشه، روزه به شرط قبول میشه، حج و زکات به شرط قبول میشن که عقیده درست باشه. اگر یک نفر در پهلوی خانه کعبه هم زندگی بکنه، مثل ابو جهل، مثل ابو لهب، و 24 ساعت از این صبح که از خواب بخیزه روش به بیت الله شریف، دروازه شواز شو و کلکینش باز شوه، و یا اگر 24 ساعت با آب زمزم غسل بکنه و بنوشه ولی عقیده درست نداشته باشه، همش به دردش نمیخوره. آیا آب زمزمی را که ابو جهل خورده او برای نجات از او فایده خواد کرد؟ حتی خود قرآن عظیم الشان شفا هست و رحمت است. برای کی هست؟ برای انسانی که عقیده درست داره. دوستای عزیز، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه را دو بخش تقسیم کرده، یکی فقه اکبر و دیگیش فقه اصغر. فقه اکبر کدام یکی است؟ فقه اکبر عقیده است. از این خاطر کتاب خود در عقیده وقتی که نوشته کرده به نام فقه اکبر نامش مانده و ملا علی قاری او را شرح کرده. و عقیده که در عقیده احناف بسیار ارزش داره، شرح عقیده طحاویه هست که اگر کس میخواه که عقیده بسیار خوب و راسخ و درست داشته باشه، یک مرتبه مرور بکنه شرح عقیده طحاویه را که ابن عز حنفی نوشته کرده. اصل گپ سر چی هست دوست عزیز؟ که در عقیده فقه اکبر، فقه چی را میگن؟ علم، دانش، زکاوت. امی علم و دانش بزرگ کدام یکیست؟ علم عقیده هست. اما دیگرا که است، احکام و معاملات و جنایات و تمام مسائل فقهی دیگیره که جمع کردن، او رو به فقه اصغر میگن. پس فقه اکبر ارزشش بیشترتر است و قرآن عظیم الشان زیادتر تمرکزش بر در چی هست؟ در عقیده هست. از این خاطر تفسیر اعتقادی قرآن بسیار اهمیت داره که انسان او رو بفهمه. امروز تا
تمام مشکلاتی که در دنیا هست شما این مشکلات یک یک مورد بحث قرار بدین. ما براتون میگم شما قلم بگیرین و کاغذ بگیرین و یادداشت بکنین و سپس امی گپای مرا با شرایطی که با جامعه که زندگی میکنین و یا جهانی که ما شما زندگی میکنیم ببینین تمام مشکلات از کجا پیدا شد. اول شما ببینین که مشکل یهود، اونا میگن که ما پیروان موسی علیه السلام هستیم، اونا میگن که ما مثلا به تورات ایمان داریم، لکن مشکل چه وقت پیدا شد؟ وقتی که یهود بی ادبی در مقابل الله جل جلاله کردن، یعنی مشکل در عقیده برشان پیدا شد. میشه یک انسان گناه بکنه، میشه یک انسان اشتباه بکنه و هیچ کسی بغیر از پیغمبرا علیه السلام که اونا معصوم هستن، دیگران معصوم نیستن. ما هیچ ادعا کرده نمیتونیم که ما گناه نمیکنیم و یا نفس ما کاملا نفس پاکی هست که هیچ اشتباهی نمیکنیم. غلط است، کل ما اشتباه میکنیم، کل ما غلطی میکنیم، لکن غلطی های دیگه بخشیده میشه در صورتی که عقیده درست باشه. اما اگر امی غلطی و اشتباه انتقال کرد از صحیح اعمال و از صحیح اخلاقیات به صحیح اعتقادات، مثلا یک نفر بیادبی در مقابل انسان میکنه، درست است، یک کسی در مقابل ما بیادبی کرد، معذرت میخواه و یا ما او را میبخشم و یا در روز قیامت الله جل جلاله مرا راضی میکنه و بالاخره او انسانی که در مقابل ما بی‌ادبی کرده ما راضی میشم، یک نعمت را الله جل جلاله بر ما میده، پس ما از او انسان میگذرم. لکن اگر یک کسی بی‌ادبی در مقابل الله جل جلاله بکنه، بد اخلاقی در مقابل الله جل جلاله بکنه، باز او ابدا بخشیده نمیشه و در روز قیامت از جمله خاسرین هست. مشکل یهود از کجا آغاز شد؟ از این نقطه آغاز شد که اونا بی‌ادبی در مقابل الله جل جلاله کردن. چی بی‌ادبی؟ بعضی صفاتی که صفات ضعف و خرابه که حتی او را ما نمیتونیم برای انسان بدیم، اینا ایره الله جل به الله جل جلاله استغفر الله اعوذ بالله نسبت دادن، نسبت بخل ید الله مغلوله العیاذ بالله، نسبت بعضی چیزا را. حتی شما اگر امی بایبل که یهودی ها و قسمت تورات از یهودی ها به عقیده دارن و نصرانی ها باز به تورات و انجیل هر دوش عقیده دارن، به نام بایبل کتابی را که جور کرده اگر شما بخوانین، مشکل اساسیش در چی است؟ بی ادبی در مقابل خالق یکتا هست. چی بی ادبی هست؟ احیانا العیاذ بالله خدا قشتی میگیره، در کتاب آمده کت یعقوب علیه السلام قشتی گرفت، باز بالاخره یعنی وقتی که انسان میخوانه میفهمه که علت اساسی مشکل از اینا داری نبود که اینا اشتباه کردن یا گناه کردن یا زنا کردن یا کدام غلطی دیگه کردن، مشکل اساسی شانده ای بود که اینا بی ادبی در مقابل خالق یکتا کردن و بی ادبی در مقابل خالق ای بی ادبی عقیدتی هست، عقیده انسان خراب میکنه و اینجاست که از دایره ایمان میکشه. چالبازی به امرای خالق کردن، فریبکاری به امرای خالق کردن و به این فکر که یعنی ما الله را فریب میدیم العیاذ بالله، در حالی که ما یارا میگرفتن چی ما میخوایم. همی فریبکاری ببینین به کجا رجوع کرد؟ به عقیده باطل. از اینا چرا؟ در عقیده باطل که ما میتونیم العیاذ بالله همی چال و فریبی که به امرای مخلوق میکنیم ایره به امرای خالق هم انجام میدیم. اما اگر برعکس ازی همی مردم همی گناه را میکردن، مایی را میگرفتن، اما با الله چال فریب نمیکردن، توبه میکردن، توبهشان بخشیده میشد، بخشیده میشد. پس مشکل اساسی در کجا آمد؟ مشکل اساسی در مسئله عقیده هست که انسان لعب در کتاب الله بکنه، مثل که اونا آیات کتاب الله، آیات الله را تغییر دادن، سخنان الله جل جلاله را تغییر دادن، سخنان خود جایگزین سخنان الله جل جلاله کردن. پس از این خاطر اینا بی ادبی در مقابل خالق و تحریف کتاب خالق و نسبت دادن صفات غلط به خالق و عبادت به غیر الله، این سبب شد که یهودی ها مورد لعنت قرار گرفتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ لعن الله اليهود والنصارى، میگه لعنت کرد الله یهود و نصارا را. چرا؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قبرستان قبرهای پیامبرای خدا سجدگاه قرار دادن، سجده ای که حق الله جل جلاله بود
او را برای مخلوق کردن. پس مشکل در چی پیدا شد؟ سجده به مخلوق مشکل است در عقیده، رکوع در مقابل مخلوق مشکل است در عقیده، عبادت به غیر الله، نظر گرفتن به نام مخلوق مشکل است در عقیده. از این خاطر یهود و نصارا مشکل عقیدتی پیدا کردن و گمراه شدن. به می شکل اگر ما به نصرانی ها بیاییم، اونا میگن که ما پیروان عیسی علیه السلام هستیم، لیکن مشکل اساسیشان از کجا پیدا شد؟ که عیسی علیه السلام از مقام پیغمبری، بهترین مقام از برای یک مخلوق، از پیغمبری کردن مقام عالی برای مخلوق هیچ یافت نمیشه. اینا او را از امین مقام عالیش کشیدن و العیاذ بالله العیاذ بالله ادعا کردن که ای بچی خالق است. پس ای را از مخلوقیت کشیدن و خالقیت رساندن. اینجا شد که نصرانی ها به مشکل عقیدتی مواجه شدن، از دین اسلام خارج شدن و مشرک شدن. شما ببینین اساس تمام بدبختی های نصرانیت در چی هست؟ دمی عقیده هست که ایره یک شخصی به نام پولس یا شاول ترتوسی که یک یهودی بسیار متعصب بود، اول فیزیکی جنگ کرد، جنرال یهودی بود، مسلمان ها را زیاد به شهادت رساند، لیکن پسان که دید که جنگ مسلحانه نمیتونه که در عقیده مسلمان ها، چون عقیده قوی هست، هر قدر که بکشی بچش پیدا میشه، نواسش پیدا میشه، پس آمد جنگ فکری کرد، جنگ تیوریک کرد و بالاخره اینا را از دیدگاه عقیدتی به گمراهی کشاند. چه قسم؟ ادعا کرد که العیاذ بالله عیسی علیه السلام پسر خدا هست و به این شکل عقیدی تسلیس داخل کرد. وقتی که مردم امرایش دمی نقطه موافقه کردن و کسانی که گفتن بله ما تسلیس قبول داریم، خلاص اینا را به شرک داخل کرد. و وقتی که به شرک داخل شدن، باز تمام عبادت های از اینا باطل شد، چرا که الله جل جلاله میگه که لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک آوردی تمام اعمال تو کاملا از بین میره، نمازت از بین میره، عبادت از بین میره. از این خاطر خطرناکترین جال شیطان همی است که شیطان یک انسان مشرک میسازن، بگی اینا رو برو تسبیح هزار دانه‌ای بگی، اینا رو برو آل در شرک غیر الله را دعا میکنی تا به صبح چیخ زده برو، یا مثلا به شرک مبتلاش میکنم میگه برو اینم یالا کل عمرت ترک دنیا بکو و هیچ نعمت ها را نخو، برو در غار زندگی بکو. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که ای که مشرک شد تمام اعمال ازی باطل شد. و وقتی که اعمال ازی کلش باطل شد، از بین رفت، خدا کنه که روز هزار رکعت هم نماز بخونه برش بیهوده است. اگر روز ده هزار مرتبه سبحان الله سبحان الله به زبان بگوید، لکن در عقیدش شرکامیز باشه، بازم اینمی ده هزار مرتبه تسبیح ازی بنافش نیسته. امروز مثلا عرب ها چرا چی مشکل داشتن؟ مشکل عرب ها عین گپ بود که عرب ها هم میگفتن ما پیروان ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام هستیم. درست است ابو جهل، ابو لهب و تمام قریشی ها نواسه های پیغمبر بودن، نواسه های ابراهیم علیه السلام بودن، بله ایره تاریخ ثابت کرده، نواسه اسماعیل علیه السلام بودن، بله ایگه پا تاریخ ثابت کرده. پس چرا اینا مشرک شدن و در ضد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار گرفتن؟ علت ازی که دشمنی با امرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردن، در حالی که پیغمبر هم از قومشان بود، هم از منطقیشان بود، هم از اولادی پیغمبر بود، هیچ کدام مشکل امرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نداشتن. حتی روزی که پیغمبر تولد شد، ابو لهب امو کنیز خدا برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای شیر دادنش گماشت که باید ای برش شیر بده. خب ابو لهب بسیار خوشحال بود که بیا در زالش تولد شده، ولی پسان چرا دشمنی را شروع کرد؟ ابو جهل چرا دشمنی را شروع کرد؟ به خاطر از اینکه شیطان کار خود کرده بود و کارش چی بود؟ که اینا را در عقیده برشان مشکل ایجاد کرده بود. پس عرب ها را واسطه جویر عقیده واسطه را که شما به ایوازی که به الله رجوع بکنین، به این بت ها رجوع بکنین. چرا؟ ای بوت ها شخصیت های نیک هستند، هوبل و لات و منات یا شخصیت های بسیار خوبی هستند، یا واسطه شما میشه که با پیش خالق برین. انسان مخلوق بوت مجسمه را ایره وسیله و واسطه خود برای خالق قرار دادن، در حالی که وسیله انسان چی هست؟ اعمال صالح خود ازی است، عقیده درست خوبی ازی هست، یا عقیده را ترک کردن به طرف بوت ها رجوع کردن و این سبب چی شد؟ سبب
مشکلات در اعتقادات از اینا شد. بناهن اینا وقتی که واسطه قرار دادن الرحمن و الرحیم که دو صفت خالق است، این دو صفت به این بت‌ها دادن. یعنی خالق ما را نمیپذیره، خالق دعای ما را نمیپذیره، عبادت ما را نمیپذیره، پس ما میریم به خاطر جلب مهربانی خالق این بت‌ها را واسطه میکنیم. این قبرهایی را که حبشی ها عبادت میکردن، سجده میکردن، یا را ما واسطه میکنیم که خالق باز ما را ببخشه. اگر یا واسطه ما نشن یا وسیله ما نشن، ما روسیا هستیم، خالق گپ ما را قبول نمیکنه. یعنی این گپ خطرش در چی بود که اینا بت‌ها را از الله جل جلاله کردن مهربان تر فکر میکردن. او قبر را که به او سجده میکردن از الله صاحب قبر مهربان تر فکر میکرد. در غیر از او وقتی که تو گناه کردی و اشتباه کردی به خالق یکتا چرا رجوع را میکنی؟ او ذاتی که الرحمن الرحیم است. این دو صفت گرفتن به مخلوق دادن و شیطان وقتی که دمی نقطه بالایشان کامیاب شد از این بود که عقیده از اینا را خراب کرد و باز اینا در مقابل پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار خطرناک استاد شدن و مقاومت کردن. دندان پیغمبر را شکستاندن، پیغمبر را از قریش کشیدن، پیغمبر را مجبور به هجرت ساختن، فامیل پیغمبر را بسیار آزار و اذیت کردن. حتی ابو لهب بسویه شد که دو دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دو پسر خود نکاح کرده بود، به خاطر اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نگاهش اجتماعی و فامیلی ضرر برسانه، بچه خود مجبور ساخت که دو دختر پیغمبر طلاق دادن. ببینید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر عقیده توحید که از اون دیگه هیچ مشکل نداشت. محمد طیب بود، محمد طاهر بود، محمد امین بود، محمد صادق بود. لکن مشکل از کجا پیدا شد؟ روز مشکل پیدا شد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن تلاوت کرد و بر ازینا فهماند که قول لا اله الا الله تفلحو، بگوین که لا اله نیست هیچ معبودی قابل عبادت الا الله، بغیر از الله جل جلاله. وقتی که الا الله شد، تخصیص عبادت فقط به الله جل جلاله شد و دیگر بت‌ها حذف شدن، در این صورت یا دشمنی را شروع کردن به خاطر که اینا از الله جل جلاله کردن. هوبل زیاد دوست داشتن، لات زیاد دوست داشتن، مجسمه را زیاد دوست داشتن. مشرکین حبشه قبرهای پیغمبرها را و قبرهای اولیا را زیادتر دوست داشتن نسبت به خالق. مشکلی بود که یهود نصارا سجده خدا به ایوازی که به الله بکنن به قبرهای پیغمبرها میکردن، به این خاطر همه ایزران دست خدا یکی کردن و در مقابل پیغمبر صلی الله علیه و سلم استادن. و این شرک لظلم عظیم، شرک چرا ظلم بزرگ است؟ به خاطر که بی ادبی در مقابل خالق یکتاست. دوستای عزیز، وقفه داریم که باز از این وقفه باز هم در خدمت شما دوستا قرار میگیریم، با ما باشین. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم و ای که چرا تفسیر عقیدتی یا اعتقادی قرآن میخوانیم، این مقدمه است که خدمت شما دوستان دلایلش میگم، به خاطر از اینکه اگر این دلایل بفهمیم باز میشه که ما و شما امید درسای خدا به بسیار خوبی تعقیب بکنیم. پس یهود و نصارا چرا گمراه شدن و قریشی ها چرا گمراه شدن؟ که اینا کتاب خالق خدا فراموش کردن، دور کردن و به ایواز ازی از طریق اوهام و از طریق تبلیغاتی که دشمنای اسلام بر از اینا کرده بود، خصوصا شیطان بین از اینا وسوسه انداخته بود، از این طریق اینا عبادت خالق ترک کردن، عبادت به مخلوق شروع کردن، به عبادت به خالق بی ادبی کردن، به خالق بی ادبی کردن، به خالق صفات زشت را نسبت دادن. پس احیانا صفات خالق گرفتن برای مخلوق دادن و صفات مخلوق برای خالق نسبت دادن. این کلش بی ادبی شد و شرک از این خاطر است که ظلم بزرگ است. چطور میتونیم که از اینمی بلاها و از اینمی مشکلات که امتهای قبلی که خود پیروای پیغمبرها میگفتن با اوت مشکلات مواجه شدن چطور خود نجات بدیم؟ گر همه خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. پس الله جل جلاله قرآن فرستاد و قرآن کتاب عقیده هست و الله جل جلاله ایرا تضمین کرده که من ایرا حفظ میکنم. یعنی قرآن محفوظ است، احادیث
در بینش داخل شد. احادیث ساختگی با ده ها هزار حدیث ساختگی هست. علما او را کشیدن ساختگی حدیث دروغ. امیال هم بسیاری توایفی که گمراه هستند، فرقه های گمراهی که امروز هستند، استدلالشان چیست؟ احادیث ضعیف است. اما اگر مستقیما به قرآن عظیم و شان رجوع بکنن و در احادیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحقیق بکنن، کاملا مشکل حل میشه. امروز بسیاری طایفه ها و گروه هایی که خودم میگه ما مسلمان هستیم، مشکلشان چی است؟ مشکل اساسیشان مشکل عقیدتی هست. چرا مشکل عقیده هست؟ به خاطر که قرآن عظیم و شان نمیخوانن، احادیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول ندارن و یا تحقیق نمیکنن. شاید قبول دارن، من نمیگم قبول نمیکنن، لیکن مشکلش است که احادیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحقیق نمیکنن. حداقل خود زحمت نمیده که همین حدیثی که من میخوانم، همین حدیث در قرآن هست، من نگنجم در زمین و آسمان، لیک بگنجم در قلوب مؤمنان. امیره ما وسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن وسعنی قلب و رجل مؤمن، اینه میگن حدیث است. و توسط اینمی حدیث به میلیون ها انسان به گمراهی رفتن. و این شعر هم خداوند شاعرش ببخشه که از حدیث ضعیفه به شکل شعر بر مردم بیان کرده. بسیار کسا به می حدیث گمراه شدن، لیکن وقتی که من رجوع کردم رفتم دیدم علمای حدیث میگن که حدیث موضوع هست، حدیث کذب علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، دروغ است بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس چطور عقیده تو جور میکنی بدون از قرآن عظیم شان؟ از این خاطر اگر میخوایم به مرضی که امت های سابقه مبتلا شدن ما مبتلا نشیم، مجبور هستیم که یک کار اساسی بکنیم و او چی است؟ که تفسیر اعتقادی قرآن بخوانیم. دوستای عزیز، امروز نقطه دیگه که مشکلی که مسلمان ها دارن و مشکلی که مثلا در بین مسلمان های خود ما پیدا شدن او چی است؟ ای است که ما بسیاری وقتا تجربه کردیم یک نفر هزار سوال شبه آمیز از او در حقوق زن، در حقوق طفل، در مسائل میراث، در مسائل رجم، در مسائل قصاص، در مسائل مختلف فقهی، در فروعات دین هزار شک یک نفر داشته باشه و همی هزار سوال از ایره جواب بگو، باز برش سوال یک هزار و یکم پیدا میشه. چرا؟ به خاطر ازی پیدا میشه که این نفر مشکل عقیده دارن. وقتی که مشکل در عقیده انسان داشت، هر قدر در فروعات دین اشتباهات و شکهایش رفع کنی و دلیل بگویی، اگر ده سال هم برش بگویی، یک روز سوال میکنه چرا حقوق زن این قسم است، باز برش تشریح که باز قناعت میکنه، میگه خوب خوب شد. سبا باز میگه حقوق طفل چطور شد، باز برش یک ساعت تشریح و باز میگه روز دیگه امروز قناعت کرد ولانه درست است، حقوق زن و حقوق طفل از دیدگاه اسلام کاملا رعایت شده. باز می مسائل فامیلی باز برش تشریح و باز قناعت میکنه، در مهر باز قناعت میکنه، در مسائل قصاص در اسلام چرا هست باز قناعت میکنه، لکن روز دیگه باز می سوال دیگه برش پیدا میشه. چرا؟ علت اساسی ازی چی است؟ علت اساسی اگر ما پیدا بکنیم، علت اساسیش ضعف در عقیده از انسان است. اگه انسان عقیده قوی داشته باشه که او خالقی که این کلام بر ما روان کرده و او ذات رحمان رحیم است و هر قانون از او به نفع ما هست، هم در دنیا و هم در آخرت، خواه من حکمت از او قانون بفهمم و یا نفهمم. شما تصور بکنین یک قرن پیش کسی اچ‌آی‌وی را میفهمید؟ نمیفهمید، لیکن مسلمان ها زنا نمیکردن، لیکن امروز مردم کشف کردن. ولو که اونا کشف هم کردن، با وجود ازی هم نمیتونن که تمام احکام اسلام، نمیتونن که حکمتش بفهمن. روز به روز علم زیاد شده میره، بعضی حکمت ها کشف میشن و به هزارها حکمت از حکمت های قوانین الهی هنوز هم انسان ها با عقل خود نمیتونن او را کشف بکنن از احکام. ما چرا مثلا پنج وقت نماز میخوانیم؟ ما چرا مثلا روزه میگیریم؟ ما چرا حج میریم؟ کل از این حکمت های خدا داره که شاید ما از بین هزار حکمتی که در هر حکم الله جل جلاله نهفته است، ما شما سه حکمت یا چهار حکمتش یاد داشته باشیم و با گذشت زمان حکمت هایش بیشتر مردم میفهمن. یعنی ما بسیاری حکمت های احکام میفهمیم که یک قرن پیش مردم او حکمت ها را نمیفهمید، به خاطر از اینکه مرض ها و درد ها و ویروس هایی که سبب از این بدبختی ها میشه و ما روز به روز
طب کشف میکنه، ساینس کشف میکنه و ما را خبر میده. دو دقیقه وقت ما مانده، ده دو دقیقه مثلا یک سوال میشه جواب بدیم که چرا گروه های مختلف ایجاد شد؟ خوارج، قدریه، جبریه، سبعیه، معتزله، مجسمه، مشبهه. سبحان الله، چرا اینقدر گروه های مختلف خطرناکی ایجاد شد که بالاخره خود مسلمان ها در بین یکی دیگه خود جنگ میکردن و بالاخره هزاران نفر به شهادت رسید؟ علت اساسی از این بود که عدم فهم درست عقیده توحید سبب از این شد که این گروه ها ایجاد شدن. ما مثلا در مسائل فروعات، حنفی است، مالکی است، شافی است، حنبلی است، هیچ مشکلی نداریم. یک حنفی با همراه مالکی و شافی و با همراه ظاهری و با همراه سلفی، با همراه کلش عقیده کل ما وقتی که یکیست در فروعات، کل ما پالوی هم استاد شده نماز میخوانیم و یکی دیگه خود دوست داریم. مگر ای که همین خود فروعات دین مذهب به تعصب مبدل شود، لکن در مسائل عقیدتی حتی گپ به جنگ و جنجال و قتال و کشتن یکی دیگه میگرده. چرا؟ به خاطر از اینکه مشکلات معتزله و جبریه و سبعیه و خوارج و مجسمه و مشبهه، مشکلاتشان در چی است؟ مشکلاتشان در عقیده هست. باقی مانده این مقدمه را دوستان عزیز در برنامه بعدی خدمت شما دوستان تقدیم خواهد کردم. امیدوارستم دوستان عزیز این درس را خوب بشنوین و از استفاده بکنین و بر دوستایتان هم برسین که الله جل جلاله همه ما و شما را در جمله موحدین و یکتا پرستان از این دنیا ببره و در روز آخرت هم در جمله موحدین حشر بکنه به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام و تابعین و تبع تابعین و به همراه نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. دوستان عزیز، به امیدواری پروردگارا آخرین کلمه که از زبان ما خارج میشه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وصال حق، ندای حقیقت. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستای عزیز، در درس گذشته که به شکل مقدمه برای تفسیر اعتقادی قرآن آغاز کردیم، خدمت شما دوستای عزیز عرض کردم که چرا ما تفسیر اعتقادی قرآن باید بخوانیم و خدمتتان بعضی از دلایلش را گفتم که قرآن کتاب عقیده هست، قرآن فقه اکبر است، دانایی بزرگ چی هست؟ عقیده هست. و ایره از کجا میگیریم؟ از قرآن عظیم الشان میگیریم. پس نقطه مهمی که در وضعیت انسان باید تمرکز بکنه و ای است که عقیده چقدر ارزش داره در زندگی یک مسلمان. و ایره خدمتان عرض کردم که چرا یهودی ها گمراه شدن، چرا نصرانی ها گمراه شدن، چرا قریشی ها که اولادهای پیغمبر بودن، اولادهای ابراهیم علیه السلام بودن و اولادهای اسماعیل علیه السلام بودن، اونا چرا گمراه شدن؟ علت تمام بدبختی های از اونا ای بود که اینا بی‌ادبی در مقابل خالق آغاز کردن و این بی‌ادبی در مقابل خالق سبب شد که اینا در عقیده خود خرابی بیارن و این سبب شد که اینا بالاخره دشمن پیغمبر ها شوند. با وجود ادعایشان که ما پیرو پیغمبر هستیم، اونا به دشمن پیغمبر مبدل شدن. دوستای عزیز، ایره هم خدمتان عرض کردم که چرا مثلا شرک، مخلوق پرستی، عبادت به غیر الله از کجا پیدا میشه؟ چرا عبادت به غیر الله؟ چرا شرک؟ چرا مخلوق پرستی؟ چرا رجوع به مخلوق به عوض رجوع به خالق؟ از کجا پیدا میشه؟ از ضعف عقیده پیدا میشه. اگر یک انسان عقیده توحید داشته باشه و الله جل جلاله را به مو شکلی که قرآن عظیم شان بر ما صفت کرده، اما قسم که ذات خود بر ما
بیان کرده در قرآن عظیم شان، و اما قسم که صفات خود در قرآن عظیم شان بیان کرده، اگر ما خالق با ذات و صفاتش به شکل درست توحید از را بفهمیم، باور بکنیم دوستای عزیز که هیچ وقت ما به مخلوق رجوع نمی کنیم، هیچ وقت به مخلوق سجده نمی کنیم و رکوع نمی کنیم، و می فهمیم که همه غیر الله که از مخلوق هستن، ملائکه خودش بنده عاجز است، پیغمبرها خودشان بنده های عاجز بودند، اونا خودشان مشکلاتی در زندگی خود داشتند و وقتی که خودشان اولاد نمی داشتند به الله جل جلاله رجوع می کردند، رب اینی و هن العظم منی و اشتعل رأس و شیبا، دعا می کردند که استخوانهایم پوسیده شده، سرم سفید شده، پروردگار تو برم اولاد بده. پس وقتی که قرآن بفهمیم و عقیده خود از قرآن عظیم و شان بگیریم، باور بکنین که هیچ مشکلی بر ما پیدا نمیشه و هیچ ضرورت پیدا نمیشه که ما به غیر الله رجوع بکنیم. پس کسانی که به غیر الله رجوع میکنن علتش چی است؟ علتش اینمی هست که عقیده درست توحید نفهمیدن. و چه وقت عقیده درست توحید میفهمیم؟ وقتی که به قرآن عظیم و شان رجوع بکنیم، وقتی که قرآن عظیم و شان بخوانیم، با آیات قرآن تفکر و تدبر بکنیم. دوستان عزیز، نقطه دیگه که خدمت شما ما باید عرض بکنم و عرض کردم در درس گذشته، اویی بود که چرا مردم به احزاب و گروه های مختلف تقسیم شده، مثل که رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که امت ما 73 طبقه میشن که کل از اینا در دوزخ میرن و یک طبقه در جنت میرن. او طبقه کی هست؟ و طبقه‌ای که به قرآن و به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله تمسک می‌ورزند. قرآن عظیم و شان و سنت صحیحه قلب شده که از احادیث ضعیف و احادیث ساختگی و موضوع از یا پاک شده، احادیث صحیح به این عقیده خدا از اینجا میگیرن، از قرآن عظیم و شان و از احادیث صحیح اینا گمراه نمیشن. چرا مثلا شما سعی کنین قدریه پیدا شد، جبریه، معتزله، سبعیه، خوارج، مجسمه و امروز به هزارها فرقه های مختلفی پیدا شده به نام های مختلف، قادیانی و بهایی، کلشان مشکلشان در چی هست؟ مشکلشان این است که در عقیده قرآنی که عقیده قرآن عظیم و شان است مشکل دارن، عقیده خود از قرآن نگرفتن، از یک انسان دجال یا از یک انسان فریبکار یا احیانا از یک انسان جاهل و بیخبر از دین، یک انسانی که قرآن نمیفهمه، او را در رهبریت خود قرار دادن. چرا مثلا پیروان ابراهیم علیه السلام مشکل شدن؟ وقتی که آمدن یک شخص بی علمی که از عقیده ابراهیم علیه السلام و از عقیده اسماعیل علیه السلام بیخبر بود، رفتن سر پیش از او و او را رهبر دینی خود ساختن. امروز هم این مشکل ایجاد میشه، یک کسر ما در رهبریت دینی خود قرار میتیم، بر از او احترام میکنیم، ولی او بر ما چی میکنه؟ او چون از عقیده توحید از قرآن خبر نداره، از دل خود بر ما مثلا میگه 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 میگه، خیالات خود بر ما در قالب دین و عقیده توحید مطرح میکنه، بالاخره به گمراهی ما را میکشانه. همین قسمی که قریشی ها را گمراه ساخت. چه قسم گمراه ساخت؟ وقتی که رفتن پیش از او انسان بی عقل و بی خبر از دین، بی خبر از توحید ابراهیم علیه السلام، او رفت در شام، از اونجا برشان که خود یک دانه بت آورد. اگر او عقیده توحید درست میفهمید، از ایواز که میرفت بت پرستا را به توحید دعوت میکرد، خودش رفت بت پرست شد، بت آورد در زیر چپن خود و در پالوی مکه مکرمه بت ماند. عمرو بن لحی، شما قصه عمرو بن لحی لطفا در کتابای سیرت بخوانین که چه قسم درست خوب آدم بود، خوب مردم نان میداد، خوب غذا میداد، خوب عبادت میکرد، لکن مشکل در چی داشت؟ عقیده را درست نمیفهمید. از عقیده ابراهیم علیه السلام بی خبر بود، از عقیده اسماعیل علیه السلام بی خبر بود، از عقیده پیغمبران بی خبر بود. وقتی که به شام رفت، بت از اونجا امرای خود آورد. امروز هم عین کار تکرار میشه. پس چطور نجات در کجاست؟ نجات در تفسیر اعتقادی قرآن است که ما قرآن عظیم شان بخوانیم و این تفسیر از آیات قرآن عقیده خود جور بکنیم. و اگر با شما این تفسیر درست تدبر بکنیم و فکر بکنیم، الحمدلله عقیده ما عقیده قرآنی میشه و عقیده قرآنی عقیده انسان موحدی یک تا پرست است. ما گفتم که ما با مذاهب که در فروعات دین
اختلافات را مشکل نداریم. یک کسی حنفی هست، یک کسی شافی هست، مالکی هست، حنبلی هست، ظاهری هست، مذاهب فقهی زیاد هستن. امر از اونا چرا مشکل نداریم؟ به خاطر از این امر از اونا مشکل نداریم که در مسائل فروعات دین هستن. در فروعات دین چطور است؟ در زمان صحابه کرام یک تعداد صحابه رفع الیدین میکردن در نماز خود و یک تعداد صحابه مبارک دیگه رفع الیدین نمیکردن و این احادیث و این روایت بر ما رسیده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه حدیث را روایت میکنه که رفع الیدین نمیکرد، برعکس از دیگه صحابه کرام رفع الیدین میکردن. بعضی صحابه در بعضی حالات از پیشان روایت شده از حضرت علی سیب که رفع الیدین میکرد، در بعضی حالات روایت شده که رفع الیدین نمیکرد. ایناله یک مسلمان رفع الیدین میکنه و یک مسلمان دیگه رفع الیدین نمیکنه. شافی ها میکنن، مالکی ها میکنن، حنبلی ها میکنن، احناف نمیکنن، لکن در بینشان چرا جنجال نیست؟ به خاطر ازی که این فروعات دین است و در اصول دین مشکل نداره، کلشان موحد و یکتا پرست هستند. وقتی مشکل پیدا میشه که باز انسان اینمی اختلافات دینی را به عقیده مبدل بکنه، گپ رئیس مذهب خدا از گپ پیغمبر کده برتریت بده و مذهب فقهی به مذهب عقیدتی مبدل شود و تعصب ایجاد شود. وقتی که تعصب ایجاد شد مشکل به عقیده رفت. مسلمان موحد یکتا پرست بعد دشنام بده به خاطر از این که یا رفع الیدین میکنه یا نمیکنه، یا امین بالجهر میخونه یا نمیخونه، این باز هم مشکل تعصب به عقیده رجوع میکنه. اما در دیگه مسئلهش فروعات دین هستن. یک صحابی مبارک با صحابی دیگه مبارک دیگه، مثل که در حج ما رفتیم، یک مسلمان امین بالجهر میگه، دیگه مسلمان امین خفیه میگه، یکی رفع الیدین میکنه یکی نمیکنه، یکی پاهای خود کمی گشاده گرفته یکی کمی که نزدیک گرفته، هیچ کسی بالای هیچ کسی دیگه انتقاد نمیکنه و کلگی برادروار لبیک اللهم لبیک میگن. چرا؟ به خاطر که عقیده کلگی یکی است. کلگی میفهمه که بیت الله شریف است، الله ذات واحد است، قرآن کلام الله جل جلوس، اجتهادات فقها که است یا اصل دین نیستن اجتهادات، اجتهادات فروعات است. پس اگر باز اینمی اجتهادات به اختلافات تعصبی مبدل شد، باز به عقیده میه و پیغمبر سمیه کسی که تعصب کرد از امت من است، باز او وقت اینیز متعصبین یکی در کلی دیگه خود میزنن و یکی دیگه خود بدگویی میکنن. از این خاطر اگر تفسیر اعتقادی قرآن بخوانیم و آیات قرآن عقیدی خود از او بگیریم، امی مشکلات ما کاملا رفع میشه و ما میفهمیم که اصل دین چیست و فروعات دین چیست و اجتهادات چیست. علمای اسلام ابو حنیفه، مالک، شافعی، حنبلی، داوود ظاهری، اندلوسی، ای علما را اکثرا که بخوانید در فروعات دین اجتهادات دارن و یکی به دیگه خود احترام داشتن. حتی بسیاری اوقات امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اجتهاد کرده، شاگردایش آمده، امام زفر، امام ابو یوسف، امام محمد شیبانی، یا آمدن مخالف اجتهاد استاد خود اجتهاد کردن. و آل بسیاری وقتا سلسای میگه دو سلس مذهب احناف که است از اجتهادات شاگرداش گرفته شده. چرا اونا یکی دیگه خود دوستام داشتن و شاگردای این شاگرد چرا نگفتن که برای چیزی که امام ما گفتم ما باید گپ نزنیم؟ به خاطر از اینکه در مسائل اجتهادی فروعات دین هست میشه که اجتهاد کرد و در این اجتهاد یک کسی مصیب می باشه و یکی مخطئ می باشه و الله جل جلاله بر اردوش چون اجتهاد کرده و زحمت کشیده اجر میده. پس در فروعات دین ما مشکلات نداریم. وقتی که این فروعات به تعصب و به مسائل اعتقادی انتقال پیدا کرد و یک فرع دین را ایر آجل بردی در عقیده داخل کردی و به این سبب که یک مسلمان جنجال کردی، بله مشکل عقیدتی پیدا شد، تعصب پیدا شد و به این خاطر انسان به گمراهی کشانده میشه. مثلا امروز چرا بسیاری کسا پرسان بکنین چرا مثلا نماز یک سال قبل از هجرت در شب معراج فرض شد؟ چرا یک سال قبل از هجرت و پیغمبر صلی الله علیه و آله چند سال در مکه مکرمه بود؟ به خاطر از اینکه نماز فرع هست و عقیده اصل است و تا وقتی که عقیده در قلب صحابه کرام 100% جای نگرفت نمازشان فرض نشد. وقتی که کلشان موحد شدن، یک تا پرست شدن، گفت اینا نماز بخوانین، به نماز شروع کردن و سرشان نماز 5 وقت فرض شد. اینا نماز یک سال پیش از هجرت فرض میشه و رسول الله صلی الله علیه و آله چه وقت شروع کرد به
دعوت مردم چون عمق وقت کلش دعوت سر چی تمرکز داشت؟ سر توحید و یکتا پرستی. سبحان الله چقدر اهمیت داره عقیده و چقدر اهمیت داره توحید. ما نماز خوب یاد داریم، احکام نماز خوب میخوانیم، خوب میفهمیم که فرض نماز است، واجب نماز است و در نماز بسیار محکم هستیم، در حج رفتن بسیار محکم هستیم، در حالی که اکثر عمر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثر وقت خود در درس عقیده و در رساندن کلمه توحید پیغمبر صلی الله علیه و سلم صرف کرده بود. ببینید که چقدر ما در فروعات زیاد میچسبیم و در اصل که عقیده هست این بسیار بابی تفاوتی میگیریم. عقیده خود از مادر کلان خود میگیریم، از پدر کلان خود میگیریم، از کتاب های شعر میگیریم، از قصه ها میگیریم، باز میایم فروعات دینه از کتاب دین میگیریم، از کتاب های فقه میگیریم، در حالی که باید اصل عقیده را از قرآن عظیم شان میگیریم و ای است اساس. از این خاطر ما تفسیر اعتقادی قرآن میخوانیم تا که عقیده ما مثل عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم شود، مثل عقیده ابو بکر و عمر و علی و عثمان رضی الله عنهم شود، مثل عقیده صحابه کرام، مثل عقیده کسانی که عشره مبشره بالجنه که الله جل جلاله اونها را بشارت به جنت داد. به خاطر چی بود؟ به خاطر قوت عقیده قوی عمل میکردن. اگر عقیده قوی شد تمام عبادات قوی میشن، تمام اعمال قوی میشن. اگر عقیده خراب بود تمام اعمال خراب است و تمام اعمال از بین میره. لا يحبطن عملك میشه، اعمالش از بین میره. از این خاطر عقیده بسیار مهم از دوستای عزیز و تفسیر اعتقادی قرآن ما به خاطر عزیز شروع کردیم در سایش که ما عقیده خود جور بکنیم. اول ما عقیده خود مطابق آیت قرآن بسازم و دوم برای شما دوستای عزیز هم ایره درس بدم که الله جل جلاله کل ما و شما را دعوتکران توحید بگردانه که توحید خانه به خانه برسانیم، توحید قرآن خود ما یاد بگیریم و عمل بکنیم و به دوست، برادر، مادر، پدر و دوستای خودم برسانیم و در روز قیامت در جمله داعیان توحید الله جل جلاله همه ما و شما را حشر بکنه. دوستای عزیز روزه در سال دوم هجرت فرض شد. ببین روزه چقدر مهم است. ما و شما چقدر در ماه مبارک رمضان به روزه اهمیت میدیم، لکن در مقابل عقیده روزه فرع است، اصل عقیده هست. در سال دوم، در سال اول بعثت و سال دوم بعثت نشد روزه فرض، در سال دوم هجرت فرض شد. سبحان الله 13 سال مسلمان ها در مکه مکرمه مصروف چی بودن؟ مصروف عقیده بودن، عقیده بودن، عقیده بودن، تا که رسول الله صلی الله علیه و آله تانست که عقیده لا اله الا الله در قلب های از اینا خوب مستحکم بسازن. وقتی که مستحکم شد باز اینمی مردم های با عقیده 5 وقت در صف اول جماعت قرار داشتن. بعضی کسا که در جماعت نمیره مشکلش در عقیدهش است. بعضی کسایی که روزه نمیگیره مشکلش در عقیدهش است. کسایی که در حج از حج لذت نمیبره مشکلش در عقیدهش است. در حالی که کسی که در جهاد نمیره مشکلش در عقیدهش است. کسی که با کفار موالات میکنه مشکلش در عقیدهش است. از این خاطر کل مشکلات در کجا میه؟ کل مشکلات در عقیده هست. اگر عقیده جور شد نمازت جور میشه، جماعتت جور میشه، در تکلیفهای حج لذت میبری، در شهادت لذت میبری، در مرمی خوردن در جهاد لذت میبری، در مقاومت در مقابل کفار لذت میبری، دهی به خاطر ازی که به خاطر دین الله جل جلاله روزها گشنه میمانی، مجبور میشی که برگ بخوری، سبزه بخوری، از این لذت میبری. چرا؟ وقتی که عقیده قوی شد انسان لذت دین احساس میکنه، محبت الله برات ایجاد میشه، محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم برات ایجاد میشه، برگشت به کفر آنقدر برات سخت تمام میشه مثل که تو را در آتش برده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک امیگه و میزنه که ذاقت عمل ایمان، لذت ایمان کی میتونه بچشه؟ من رضی بالله ربن و به محمد رسول، به ربوبیت الله جل جلاله، به نبوت محمد صلی الله علیه و سلم. و یا وقتی که انسان خوب عقیده گرفت باز وقت لذت ایمان هم برای انسان پیدا میشه که الله جل جلاله برای ما و شما لذت ایمان نصیب بکنه. پس چرا مردم قوم پرست میشن؟ چرا پشتونیزم و فارسیزم و ازبکیزم و عرب
مثلا چطور از قومیت عرب و قومیت عجم و این گروه های قومی که مسلمان ها خلافت اسلامی را امی قوم پرست ها شکست دادن با همکاری صلیبی ها و با همکاری صهیونیست ها و نشنالیست ها. نشنالیست های مسلمان های دروغی، صهیونی های یهود و صلیبی های نصارا انگلیس ها. ای سه زاویه، ای سه عنصر یک مثلث را تشکیل دادن و سبب سقوط خلافت اسلامی شدن. چه وقت خلافت اسلامی سقوط کرد؟ وقتی که مسلمان ها نشنالیست و قوم پرست شدن. اتحادی اروپا جور شد، امریکا ایالات متحده را ساخت، روسیه اتحاد شوروی را ساخت، دیگرها خود متحد ساخت رفتن. مسلمان ها که اتحاد داشتن، وحدت داشتن، خلافت اسلامی داشتن، ای چرا سقوط کرد؟ چون مسلمان ها در عقیده خود مشکل پیدا کردن. پس وقتی که این عقیده در بین مردم رواج پیدا کرد، پشتوگرایی که پشتو افغان ملت پیدا شد، نشنالیست ها پیدا شدن، فارسی زبان ها چی میگن، این گروه های فارسی زبان ها ستمی ها پیدا شد، فاشیسم و نشنالیزم وقتی که رواج پیدا کرد و کفار دانستن که مسلمان ها را به فاشیست ها مبدل بکنن، به نشنالیست ها مبدل بکنن، قرآن ترک کردن، آیات قرآن فراموش کردن و به این شکل خلافت هم از دست دادن، وطنهای خود از دست دادن و تا امروز ما از دست اینمی به عقیدتی استقلال وطن ما در خطر است، دین ما در خطر است، با احکام قرآن تطبیق نمیشه، قانون الله تطبیق نمیشه. چرا؟ مشکلش در عقیده هست. نشنالیست عقیده مسلمانی نداره، قوم پرست عقیده توحید نداره. صد مرتبه به حج بره قوم پرستی کنه، باز هم ان اکرمکم عند الله اتقاکم قبول نداره. و وقتی که قبول نداشت از عقیده اسلام برآمد، وقتی که برآمد تمام روز نفل بخوان، وقتی که نشنالیست بود از عقیده خلاص شد. چرا قانون غیر الله را میخوان؟ از ارتداد سیاسی خبر ندارن. ارتداد سیاسی چی مانه؟ یعنی وقتی که قانون غیر الله را نسبت به قانون الله یک کس ترجیح داد، این مرتد سیاسی هست. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. نصرانی ها چرا کافر شدن و بیدین شدن؟ احبار و رهبان خود ارباب من دون الله ساختن، از این خاطر اینا مرتد شدن و این ارتداد سیاسی میگه. دوستان عزیز وقفه داریم که بعد از وقفه باز هم در خدمت شما دوستان عزیز قرار خواهد داشتیم. از اینکه به همراه ما هستین، الله جل جلاله به همراه شما باشه. و از اینکه درسای توحید قرآنی را تعقیب میکنین، الله جل جلاله همه ما و شما را در صف موحدین حشر بکنه. دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز بازم سوال دیگه است که چرا تفسیر اعتقادی قرآن را میخوانیم. ما به خاطر عزیز سر از این مقدمه زیاد تمرکز میکنم که تا انسان اهمیت یک چیز نفهمه باز او را گوش نمیگیره. ما تفسیر اعتقادی قرآن به خاطر از این میخوانیم که به مرض یهود و نصارا و مشرکین قریش و به مرض بسیاری از کسانی که عقیده توحید گذاشتن به مخلوق رکوع و سجده میکنن به اون مبتلا نشیم، عبادت غیر الله را نکنیم. چون قرآن بر ما هم مرض میگه هم مریض معرفی میکنه. یا سبحان الله چی کتاب است. واقعا در قرآن شفا هست، شفا در صدر، شفا در فکر. هم مریض معرفی میکنه، هم مرض معرفی میکنه، هم دوا را معرفی میکنه، هم وقایه را معرفی میکنه. و بهترینش چی است؟ بهترین چیزی که در طب است و چی است؟ وقایه بهتر است. و قرآن عظیم الشان ما و شما را وقایه میکنه از عقاید باطل اگر رجوع به قرآن بکنیم. اگر نکردیم به مرضی که اونا مبتلا شده بودن به اون مرض مبتلا میشیم. از این خاطر خواندن تفسیر اعتقادی قرآن بسیار مهم است و درسای تفسیر اعتقادی قرآن ارزشش در این نقطه است. بناهن دو نقطه اساسی شد. نقطه اول که علاج تمام امراض فهم عقیده است. ایره خوب یادداشت کنید و ایره در دیوار خانه‌تان باید نوشته بکنید.
علاج تمام امراض فهم عقیده توحید است. تمام امراضی که یهود داشتن، نصرانی ها داشتن، قوم پرست ها دارن، غلام های انگلیس دارن، غلام های امریکا دارن، تمام این مرض است. غلامی امریکا مرض است، غلامی انگلیس مرض است، قبولیت استعمار مرض است، قوم پرست شدن مرض است. یهودی ها که گمراه شدن، بی ادبی کردن، بی ادبی و بد اخلاقی در مقابل خالق یک مرض است. کل از این امراض است. پس اگر ما می خواهیم که از تمام مرض هایی که در تاریخ تیر شدن و مریضی هایی که امروز مرض جهل و انسان پرستی مرض است، سجده به غیر الله مرض است، نظر گرفتن به مخلوق مرض است، اگر می خواهیم از تمام از این مرض ها خلاص شویم، چطور می توانیم خلاص شویم؟ علاج تمام از این مرض ها در عقیده هست. این نقطه را خوب فهمیدیم. نقطه دومی که اساسی از چیست؟ و عقیده توحید درست در قرآن عظیم شان است. یا سبحان الله، والله اگر یک مسلمان امید دو نقطه را خوب درست یاد بگیرم و لطفا سر از این دو نقطه یک 5 دقیقه فکر بکنین، وقت تا نبتین بر از این فهم این دو نقطه که علاج تمامی امراض در عقیده توحید است. پس عقیده توحید تمام مرضهای شرک، کفر، ارتداد، ارتداد سیاسی، ارتداد دیگه تمام یاره فهم عقیده. و این عقیده توحید در کجا هست؟ در قرآن عظیم شان و در احادیث صحیحی رسول الله صلی الله علیه و سلم که این قرآن تشریح و توضیح کرده. این بسیار مهم است. پس دوستان عزیز به نتیجه می رسیم. نتیجه اول خوف گرفتیم که علاج تمام امراض در عقیده است و عقیده در قرآن هست. این رو فهمیدیم. انال نقطه سومی، نتیجه سومی که این بسیار مهم است، این نقطه است که تمام قرآن در توحید است. یک عالم بزرگوار به نام ابن قیم رحمت الله علیه میگه که القرآن کله فی التوحید، قرآن کلش در توحید است. ای که چطور کل قرآن در توحید است؟ یک درس مشخص کار داره. اینه انشاءالله میگذاریم به برنامه بعدی که خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند امی جمله را تشریح خواد کردم که تمام قرآن در توحید است و ما دلائلش خدمتان عرض میکنم و باز بعد از او میریم شروع میکنیم به تفسیر قرآن عظیم شان بعد از فهمیدن عظیم مقدمه. دوستان عزیز، الله جل جلاله با شما باشه که شما با امرای ما بودین. وقتی که درس را میشنوین کوشش بکنین که به دیگر دوستایتان هم برسانین، یا از طریق خودتان، یا از طریق سیدی، یا از طریق کست، یا از هر طریقی که واسطان میرسه به دیگر دوستایتان هم ایره برسانین، به خاطر از اینکه رساندن عقیده توحید و دعوت به قرآن و دعوت به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم وظیفه هر مسلمان است. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، شرط دوم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، که دعوت به حق و دعوت به صبر، دعوت به قرآن عظیم شان است. الله جل جلاله همه ما و شما را توفیق بده که داعی و توحید باشیم، دعات به توحید باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.